یکی از شاهکارهای آخوندها اینه که تونستن ظرف چند سال پول ملی رو به زباله تبدیل کنند. کاری که هیچ غارتگر و اشغالگری نتونست تو این مملکت انجام بده. چگونه میتوان ارزش پول ملی را 1/10، نقدینگی را 6 برابر، نرخ تورم را 400% افزایش داد و مسئولیت هم نپذیرفت؟ نزدیک 40-50 سال آب و آشامیدنی نداریم، جاده رفت آمد نداریم، گاز نداریم، اینا که هیچ، اما الان نزدیک 1 ماهه که همین آب غیر آشامیدنیمون هم قطع شده. چه کسی فکر میکرد یه مش آخوند بی سر و پا حتی اسکلت مرغ هم از سفره‌های مردم بدزدن؟ کی فکر میکردیم مرغ را به قیمت 25,000 تومان به مردم عرضه کنیم؟ کاری کردید که قیمت تخم مرغ را به مرغ رساندید و قیمت موبایل را به خودرو و خودرو را به مسکن و مسکن را دست نایافتنی کردید. کی فکر میکردیم پراید از با پایین ترین سطح استاندارد بالای 100 میلیون تومان معامله شود؟ عباس عبدی در وحشت از انفجار انبار باروت خشم گرسنگان که هر آن ممکنه شعله ور بشه گفت اگر از انداختن یک کبریت روشن در انبار پنبه جلوگیری کنیم آن انبار آتش نخواهد گرفت، ولی از آنجا که ظرفیت آتش سوزی همواره وجود دارد مسئله حل نشده است و دیر یا زود حادثه دیگری میتواند این انبار را شعله ور کند. 10 تا دونه بال مرغ رو خریدم 25,000 تومن. 25,000 تومن، چه خبره؟ چه کردیم؟ کدوم ناشکری ها را کردیم؟ چه وعده ها داده شده بود به هیچ کدوم وفا نشد؟ شما رنج میبرید، ولی در این رنج ها سیمتون وصل باشه تا تخریب به وجود نیاره، ویرانگر نباشه. بله، طاقت و تحمل مردم تمام شده و انبار باروت گرسنگان با هر جرقه‌ای شعله‌ور میشه.